خب سلام خدمت شما. امروز اومدیم خدمت آقای دکتر پیروز مشتری‌زاده که بعد از مدتی حالی از ایشون بپرسیم و احوالی بپرسیم با روی باز و حال نسبتاً بهتر و مناسبتر امروز ایشون مواجه شدیم و در خدمتشون بودیم و شما پیگیر حال آقای دکتر بودید. منم وظیفه دونستم و با مشورتی که با آقای دکتر کردم فرمودن که آمادگی دارم پیامی به ملت ایران بدن و صحبتهایی که هرچی دارید بگید. من صحبت از پیام به ملت ایران نکردم، همچه ادعاهایی نداشتم هیچ وقت که حالا داشته باشم. عرض کنم بسور شما که شما فرمودید که دوستان ابراز احوال پرسی داشتن، اگر خواستی من جواب بدم، من جواب من این است که من از همه دوستانی که احوال من میپرسن متشکر هستم. امیدوارم که حال خودشون خوب باشه و به هر حال ما هم بشر هستیم مثل همه انسانهای دیگر که بعضی هاشون گرفتار سرطان میشن، ما جزء اون دسته از مردم هستیم که این چنین گرفتاری پیدا شده است و ما البته مقداری کسل هستن، مقداری ضعیف شدن، ضعیف هستن، ولی روحیه من ماشاءالله مثل همیشه خیلی خوبه، هنوز هم آماده جنگ است. شما به من تلفنی چند وقت پیش هم در دوازده پیش که زنگ زدم قبل از عید که گفتم میام خدمتون و نیومدم بعد قولی کردم، فرمودی که سرطان هیچ غلطی نمیتونه بکنه و آمادگی دارم که بگم بخندم و دعوا کنم با دوربین. روحیه من خوبه و از این جهت شاکر هستم. حالا به درگاه کی شاید هر کسی که یا هر نیرویی که یا هر از قدرتی که من رو مقابل بار میاره و از کنم بزرگ شما که ابراز ضعف نمی کنم، من از او شاکر هست. حالا میخواد فرد باشه، میخواد روح باشه، میخواد هرچی باشه، به هر حال منظور من این است که من در حقیقت این حرفایی که میزنم اینا بازگوینده درون خود من هست. درون من این است که من مقاوم هستم و تا وقتی که زنده هستم زنده هستم. بعضی ها ممکنه که تا وقتی زنده هستم نصف زنده بودن رو میمیرن، بقیه مردن رو بعد از بعد قبل از مرگ میمیرن. من اون طبقه نیستم، من ممکنه که بعد از مرگ باز احساس کنم زنده باشم. شوخی دارم، برها فقط بخواستم ابراز تشکر بکنم و این شوخی کردن های من هم اغلب کار دست من داده هست، چون شوخی شما یه چیزایی رو فل بداهه میخواید بگید دیگه، یه چیزایی در نظرتون هست، وقتی شروع میکنید یه چیزای دیگه عذاب در میاد. به هر حال ما فقط خواستم تشکر بکنم و امیدوارم که همچنان زنده باشم و در خدمتتون باشم. قربونت بشم آقای دکتر، من که واقعا این تعارف نمی کنم، شعارم نمیدم، اومدم که از شما انرژی بگیرم و وظیفه شاگردی خودم رو نسبت به شما ادا بکنم. اومدم امروز خدمت شما، ممکنه برین لندن مثلا تو چند ماه دیگه شما رو نبینیم. شرایط در دو دقیقه چه جوریه؟ خوبه ایران؟ شرایط داخلی خارجی از چه نظر؟ کلا بحث هم به قول معروف روابط خارجیمون که بارا با هم صحبت کردیم در رابطهش، هم همین بعد از این دلار و اینها داره میره مرتب حالا پایین میشه، مردم اذیتن، چیزی ندارید؟ شما میخوای از من چی بپرسید؟ چیزی که خودتون میبینید و میدونید و میشناسید و اینا از من بخواید؟ واقعا راست میگی بله. مگر میشود که در کشوری مثل ایران چنین شرایط غیر عادی، غیر عرض کنم منظور به غیر عادی که در وضعیت بشری نیست، وضعیت انسانی نیست، در چنین وضعیتی که خلاف حیثیت بشری هست از هر نظر، اگه میشه آدم حرفی نداشته باشه، ولی یه وقتی آدم اینقدر میگه که به اینجا نمیرسه بعد پشیمون میشه که چی بگه. بله بله، این تا وقتی که
گردانندگان امور کشور به اون نتیجه خودشون به این نتیجه ای نرسن که من و شما رسیدیم، هیچ چیزی تغییر نخواهد. بله همینه. و ما هم ملتی نیستیم که قدرت داشته باشیم که اونهایی رو که تصمیم میگیرن تغییر بدیم، عوض بکنیم. امکانشون نداریم. امکانش لازم. از من گاه وقتی میگن خب آقا عاقبت خیلی، عاقبت کجا ببخشید، عاقبت این وضعیت به کجا میرسه؟ من میگم آقا خیلی وقت ما در عاقبت هستیم، شما مثل که خبر نداریم. عاقبت تر از این چی بخواد باشه؟ آخر عاقبته. این نهایت قضیه است. برای اینکه ما یک جامعه هستیم در حال حاضر خودش داره میچرخه، بعد میچرخه، یه روز خوب میچرخه، یه روز مهمان من رو همینه دیگه. تشکر. درست بشه. تشکر از شما. دیگه همین جوری چریکی بود دیگه، واسه خواهی میکنیم. دوربین ممکنه صداش هم پایین باشه. درواز میکنیم. قربان شما.